هلو گایز، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. علی اسفزاد هستم. رفقا یه سیستم گیمینگ واقعا اقتصادی داریم، ترکیب 12400 با 3070 که خیلی دیدید این چند وقته، ولی دیگه پایین ترین هولوش قیمته. بریم معرفی کنیم قطعاتو دونه دونه، بعد بریم سراغ اسمبل. سی پی که گفتم 12400f، گرافیک اونم 3070 ونتوس MSI، قبلا هم داشتیم، دست دو هولوش 15 تومن، خیلی کارت گرافیک نوعیه، این از همون بنده خدا هم گرفتیم. مادربرد H610 MC Asus رفقا، قبلا زیر 5 تومن شما میتونید H610 های MSI بخری، حتی با 4300 4400 زیر 4.5. الان دیگه همچی خبر نیست. 5,500,000 تومان ارزون ترین H610 که میتونین بخرید برای سی پی یو نسل 12 و 13. چون مادربردمون دو تا اسلات رم داره، من به علی عزیز توضیح دادم که آقا یه دونه 16 رم بگیری به نفعته. چرا؟ چون بعدا میتونی یه دونه 16 دیگه کنارش بذاری و راحت آپگریدش کنید تا 32. ولی خب یه دونه LPX کورسر گرفتیم واسه این سیستم که به نظر من کافیه. واسه این سیستم 16 گیرم رفقا کافی. کولر سی پی یو اونم گامکس 200 V2، همونطور که میبینید قبلا داشتیم رو 1200 12400. یه کولر به صرفه است دیگه، مثلا شما میتونید بالاتر گامکس 400 بخرید، میتونی AK 400 بخری، AG 400 بخری، انتخابات خیلی زیاده بالای 1 تومن، ولی زیر 1 تومن انتخابات خیلی زیادی نداری. همین شده 750,000 تومن. قیمتش داره میره بالا، چون فن استوکی خود اینتل هم اولش 600 تومن الان قیمت ده. خب بگذریم از اون. یه 480 دی SSD کینگمکس داریم، قیمتشون داره خوب میشه، داره میاد پایینتر، 1,400,000 تومان، خیلی مفته. پاور تالا نداشتیم، آنباکس جداگونه میگیم، در برای صحبت میکنیم. مدلش خیلی سخته، A650BN، درست گفتم؟ A650BN برنز MSI، قیمتش 2,900، گارانتی 5 ساله آونگ یا 3 ساله نمیدونم، 5 ساله ارزم. آها، جعبه کیسم یه دونه آیرو AG367 اگه اشتباه نکنم مدلشو اینجا داریم، نذاشتیم چون میخوایم آنباکس جداگونه بگیریم. کیس خیلی خوبیه، هولوش 2500. رفقا این سیستم کلا با 37 تومن جمع شده، یعنی ترکیب 12400 زیاد داشتیم، ولی این دیگه اقتصادی ترین حالت ممکن است. مادربرد پایین برداشتیم، رم و سعی کردیم پایین برداشتیم، یعنی پایین تر از این هم مثلا میشه شما کروشیال 16 گیگ بگیری، ولی حالا کولر سی پی یو رو دیگه پایین ترین، SSD و حافظه دیگه پایین تر از این امکان نداره تقریبا. پاور هم دیگه چون گرافیک اون 37 داده دیگه زیر این من خودم صلاح نمیدونم که پایین تر از این چیزی برداریم دیگه، همین دیگه. کیس هم که 2500 پایین تر میشه چیزای انتخاب کرد، ولی خب کیس رو نگاه کنید نظرتون عوض میشه، کیسش قشنگه. خب رفقا بریم سراغ اسمبل، یه چند تا هم آنباکس جداگونه بگیریم تا شورتس های یوتیوب اون، ریز اینستاگرام حتما ببینید. لتس گو. البته این سیستم رو همونطور که دیدید اسمبل شد. البته سیستم فوق العاده اقتصادی و البته گیمینگمون. من روشن کنم اول ببینید، بعد درباره مشخصاتش دوباره صحبت کنم باهاتون. اولین بار خودمون روشن میکنیم. RGB هاش خیلی کمه، نه مخصوصا این فن بزرگاش چون از داخل پخش میکنه یه ذره رنج نورش کم دیده میشه تو تصویر. خیلی کم این رنگاش دیده میشه. این فن عقبیش خوبه ها چون همون 120 استاندارده، ولی این 230 های مقدار میگم دیگه هیت نورش به اون سر پره‌ها نمیرسه. آره مودش میشه عوض کرد، هم به این دکمه اینجا وصله هم یه ریموت داره. ثابت نشد آقا، رنگ ثابت نداری؟ خوبه، سخت نگید. زیاد RGB هاش خوب نبود در خلاصه. البته ARGB داره، میتونید به مادربرد سینک کنید. مادربرد ما H610 m-a Asus بود، قابلیت سینک RGB یعنی کلا هدر RGB نداشت دیگه. خلاصه بخوام بگم خیلی کویر بود به قول مهدی شجری، کلا کویر بود مادربرد. خب آقا سی پی یو یه 12400F بود، مادربرد اون H610 m-a Asus همونطور که مستحضر هستید. یه 16 گیگ کورسر داشتیم، اینم دیگه داره گرما میده، خیلی اتاقمون گرمه. یه 16 گیگ سینگل، گفتم سینگل شبه همه مزدوت شد. یه 16 گیگ سینگل کورسر 3200 بود، مادربردم که گفتم. کولر سی پی یو هم گامکس 200 V2، قیمتش داره میره بالا، اگه میخواید بخرید سریعتر بخرید. کارت گرافیک 3070 ونتوس MSI، پاورمون هم A650BN از برند MSI، دوباره 650 برنز دوباره صحبت کردیم، ویدیوش رو گرفتیم. کیسمون هم آیرو A667 از Gamemax، یه کیس معمولی با بودجه نسبتاً پایین ولی خب ARGB، سه تا فن روش نصبه، دو تا فن بزرگ جلو، یه فن 120 معمولی عقب. کیس خوبی بود به نظر من، نسبت به قیمت خیلی مهمه، نسبت قیمت. یه SSD 480 گیگ همون 500 دیگه با ارفاق. کینمکس هم که اون پشت نصب کردیم. همین دیگه، بریم تست گیماشو ببینیم. یا الله.